سلام خسته نباشید. ببینم امروز چطور دیر کردی؟ نونتون خوب؟ آخه حالا خونه نمیریم. ما میریم قرعه کشی، شما خودتون نون بخرید. بله، خب بریم. دیر نمیریم. امروز میگم یه شانستون بکشم شریکی. عموتون من شانسم کجا بود؟ خودتون با هم شریک. چشم. پس فعلا خودتون خوبه. اگه دستتون رسید 4-5 قرون توتونم برای من. خدا گفت حالا صبح نایمده. آها این هم که گندشو در آورده با این خونه ساختنه. چنگ غروب برمی میخوام بر نگرده. غروب که میشه پیداش میشه و پول میخوام. قربونت اما که با آتیشون نباید بسوزیم. ما عیالواریم. باز کرای خونه بدیم. مزد ما رو بدیم بره. بهش بگو تا تاغون نزنه اپول خبری نیست. همینو بر سیراز گفته خبر میداره سواره از فیاده. من همه شو پروستم کاکو من همه سی دونه دارم علی یه دونه رو آبش میکنم بیا با هم شریکشی به شاست خود من یه تو من بده ببینم دیه از منم پول میگیری ها بعد حساب حساب کاکو بعد بگی نستش چی شده کار؟ باشیم لعنتی اومده کنیانشو میخواد میرم قرضگونه کنم بهش بدم. امروز هم مزد نگرفتم که دهانشو ببندم. دهانشو مگه اجرائیل ببنده؟ اما ما به ما دریغ هستن بفرم مرسی سلام اگه کرایتو داری میتونم اگر نه غفگرتون برو اینم شد جواب سلام هم. با جماعت بی انصافی مثل تا به کرایه رسیم بسم الله والا خدا وکیلی امروزم موز نگرفتم این جیبام اینم تو اگه موز نگرفتی پنون رو از کجا خریدی؟ من واجب ترم یه اون شکم کار خوردن والا قرض کردم کاکو خب حالا بریم بالا یه پیاله چای برو چه خوبادی در نیار من تا صدای پول و نشتفا اینجا تکون نمیخورم نمیذارم بری بالا اینقدر ما را اذیت نکن مشتی چه اذیتی مرد حسابی حیام خوب چیزیه اگه یه بدبخت بی زبونی مثل من گیر شماها افتاد که نباید مالشو هپروب کنار ببین برو چرا رای چرا یه نهیدی نمیذارم بری بالا قلم های پاتو خورد میکنم راست کن مرد تا حالا من چه وقت یه شیطان رو خوردم که چاک دهن بی صاف مونده تو مرد بچه بازی در نیاد برو فکاره بچه بازی خودت در نیاد برو گمشو بیرون سره یه نمیدی زورم میگیری نمیذارم بری تو بیا برو بیرون یاله بیرون یاله شفیده اوه شد چی شده آقا؟ مو؟ خدا جون نمیده که برنه شد اگر مو به فرمه برنه شد یه دنیا خوشحال میشه پس که داشته مثل اشتی خیلی یه خرمان سیگار که هی دور بکنه بسیاری این توریستی میگیم بلا آدم این فسخلی ها چقدر برده بوده؟ 1000 تومن کاکو خدا به همه شانس بده الا به ما سیگار
چی میخوام؟ سیگار واسد خریدین هندونو پوز مرم خریدین من باید همین الان برم تهران آخه اونجا کار گرفتم خب ما هم میاد همونجا بلیت میفروشی من زود بر میگردم آقایم صاحبکارم هست خب دیگه من جویا میشه من باید گیتی میکنی پاکت ها رو بده من راستی همو چرا ما رو با خودش نبود خب لابود سکره کرایش رو کرده چابو کجاست؟ چه میدونم؟ از بس اونم کرد یادم رفت پولا رو بهش بدم آخه حیف شد اگه گفته بودی حتما مارم میبرد حالم عب نزده سر اینو حالا چجوری ببرم؟ اول باید آبش بدی بعد سرشو ببری برو بابا تو هم چقدر روستی سلام تو کی هستی؟ من رفیق باباتونم آخه آقا همون خونه نیست میدونه الانه که داشت میرفت گاراژ سفارش کرد شمارم ببرم اونجا من زحمت نکشی با خودم یه عالمه پول داری نه من رفیق باباتونم نمیذارم شما پول خرج کنید فردا وقتی براتون بلیط خریدم فرتی میشینیم تو ماشین و قری تو بچه این به تهرون میریم رو شب داریم که شاد و خندون میریم میریم مگر بابا رو پیدا کنیم میگو بکن که بازی لوتون میریم با بچگی بزرگی ما عاشقی میگن هزار تا چراغه تو هر خیابون اگر تو شیراز نمونه گره گشامون خدا کریمه بیا تا بریم به تهرون باشه خونک میشه یا چایی میخوریم بریم نهی یاد ندیگی بودو در موتور واقعا بده خونک بشه بعد لاستیکارا هم تا حالش بکن آخه ما خسته شدیم این فکره نمیشیم آخه میدونی آخه چی ده میدونی بگو دیگه بین خب من هم میام بودو برو تا ماشین نرفته Ah!
مسافرای درون سوار شن. آقایون و خانوما به جنبن. بریم بریم. محمود لاله دندان، محمود کجا رفتی؟ محمود 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 بابا جیم بابا جیم بابا جیم بابا جیم پس ریشاد کن چه خوشگیل شدی محمود محمود بابا نه هشونو پیدا کردن دیگه بابا نمیان بزن برم بلان چه ببین این لباسه را از کجا میکنی؟ از من میپرسی تو با کی دالشتی دختر جان؟ برو چلک به تلفظش نگاه نکنی جلو شما کمپوز در میکنی بابای من شغلش بگم بهش که تو قبلا عمله کی میکردی؟ عمله؟ عمله کی؟ دختر جون چی میگی؟ این شوهر منه فوته اینا خیال کرد راستی بابا این خانمه کیه؟ خب معلومه دیگه زنمه زنت؟ ای خدا اگه محمود بفهمه چقدر میخنده آره محمود دیگه کیه؟ چی؟ یعنی میخواه بگه محمودش برده آخ بلنشی بریم یالا بلنشی محمود رفته خب دیگه من چیکار کنم رفته که رفته یالا پوشو بریم بابا جو پوشو بریم محمود تنهی رفته تهرون خب ما که میریم تهرون چه اشکالی داره با اتومبیل خودمون ببریمش موافقی؟ باشه بیا دخترشون بیا برسیم همین بود پیدا کردیم نه محمودت خب حالا چی کار کنیم؟ هیچی فعلا تو پیش ما میمونی تا محمود و بابا تو پیدا کنیم آره آخه من اینجا با بچه ها بچه های ما نه ترس هیچ وقت دعوت نمیشه آخه من توختم اگه اونام خوب باشم من میزنم کوچولو مامانی ناراحت اونا نباش چرا؟ آخه عزیزم ما بچه نداریم آخه چی بد ایشالا خدا بهتون میده چه باشه وای به به چه اتاق گندو قشنگی به به خوشت میاد کاش اینجا مال بابا تو بگو ببینم اسمت چیه؟ صد دفعه گفتم شیرین خانم آخه شیرین خانم چیست؟ به شیرین بابام دیگه آه نه دختر جون میخوام نام و فامیلتو بدونم که تو روزنامه ها آگهی بدم تا پدرتو محمود بدونن تو پیش مایی به 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 بابام هیچ وقت روزنامه نمیخونه محمودم که دائم به فکر بلیط فروختن میشه خیلی خوب به کلانتری هم میسپاریم که تو اینجا هستی حالا راضی شدی؟ اگه پیدا نشد من قول میدم حتما بابا و محمود تو پیدا بکنم تا پیدا هم نشدم ما مثل بچه خودمون از تو نگهداری میکنیم قربونت برم
من دستمو یاد گرفتم، اما شما قولیتون رو من یادم نرفته. خاطر جمع جمع باشه. من همینجور دنبال محمود جاستم، تو خیابون، تو گاراژ، تو خونه، تا پیداش میکنم. انشالله. ببر یه ماچ بکن. این دارم هم یه ماچ بکن تا دلم خواهد بگه. شیری یادم رفته بود شیرین جون برای زنگای تفریح خوردنی بذارم. بیا مستقیم عزیزم به من بگو مامان، من دیگه مامان رو ترسیم. مامانم یه ماتیش بذارم الان زنگی مدرسه تو میذارم دیرت میشه دخترم. برو به سلامت جونم، برو. خدا 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 مواظب باش. چشم. خدا حافظ. خدا حافظ. برای من یه گوره اسکناس. خوش شانساش بیا. آقا ببین. خانم بلیت نمیخواد. خدا بره بچه. آقا بلیت. بلیت نمیخواد. آقا شیری. شیری. اسم من که شیری نیست. چرشن با آخرین شان. آقا بلیت آمد نشست و بیلیتی بیلیتی بله خانم جو چه مثل سرمو میبیلیتی خیلی حتما برنجی میشه اشبال خوب یه دو تنگی ببینم تو یه بیلیت فروش به اسم محمود نمیشنستی؟ نه خانم جو باش بروش خدا ببینم کافلی کفتاده فقط چهار تا ببینم راستی آخرشون گرموزش تو پیدا کردی یا نه؟ نه بابا هرچی داشتم پیداش نکردم. آقا بابا دو تومن امتحان کنیم بخرین دیگه، شانس آخر یه گونه اسکناس، شانس آخر بخرین والا فرده پشمون میشین. آقا بلیت چطور دل عمود جا کرده؟ دخترم با یه فوت باید همه شما رو خاموش بکنی. با یه فوت برفتیم کار حضرت فیله. همیشان ملاحظه پیر دخترم بکنید. پیر دختر؟ آخه کسی که 44 تا شم روشن میکنه معلومه که پیره. تو هر سال وقت خاموش کردن شما همین سوال از من میکنی، اما کیه که به تو جواب بده؟
برای این جواب نمیدی که میترسی سنتو بفهمم. اما نترس، هر چقدرم که پیر باشی آخرش هم بریش خودم بسته میشی. تو چه وعده ها؟ بی خود شکمی تو صابون زدی جونم. یک دو مجنون مجنون بفرمایی. ممکنه از شما خواهش کنم زحمتشو بکشید؟ باش بیا دخترم، بیا ببرمی مجنون. مرسی، ببرمی. خوش باشید. خواهش میکنم. تبریک میگم خانم. متشکرم. منم به تبریک میگم. دخترم یه ترشیده ترشیده واسه تینتون بده. مجنون نمیخوایی؟ او نه، میدونی که دوست ندارم. میدونم، اما امشب برای من شب با ارزشیه، شبیه که تو به دنیا اومدی به خاطر من. بخوریم به سلامتی هم دیگه. راست میگه دخترم، این نداری یکم بخور خواهش کنم. باشه، حالا که اصرار داری پس میخورم به سلامتی گم شدم، گم شده ای که 15 سال ازش بیخبرم و هر سال بچن کردنشم یادشو زنده میکنم. به سلامتی محمودم. Thank you.
از من گر میریزم از دین گر من بیا حد کن عزیزم ببین چه شکلی کمر برات میچرخه برات میچرخه دو چرخه دو چرخه شیرین خانون چه خوشگله ماشالله ماشالله مثل دسته یه گل آره والا ماشالله امشب همه شادی کنیم دیالا دیالا نیکوش کنین همه بگیم باریکالله ماشالله باریکالله باریکالله شب و گلو چه نوک تو گوچی زدن موک بو همه تو ایوک میزسته بو بخونه دردش در این زمونه خوشحال شده بوده خوشحال شده بوده آخ ببین چجوری بر از من قر میریزم از این قر من بیا حد کن عزیزم ببین چه شکلی کمر براد میچرخی براد میچرخی مثل چرخی دو چرخی مثل چرخی دو چرخی مثل چرخی دو چرخی مثل چرخی دو چرخی سرقفلی ثروت عموتو میبینی؟ میترسم حالا که قیمتی شده سرتو به تاق بکوبه و آرزوی این همه ثروتو به دلت بزنه. نترس، وقتی گرفتمش بلایی به سرش میارم که دوباره آرزوی بلیت فروشی با پسرموشو بکنم. تو هم که همش حرف میزنی، انقدر این دست و اون دست میکنی تا جای منو تو رام تو کارخونه بگیره و دکمون بکنه. مطمئن باش با بودن تو هیچ کاری نمیتونه بکنه، در صورتی که مو به مو نقشه‌هامو عمل کنی. حالا بلند شو برو پیشش، اونه هاش اونجاست تو باره برو. باشه بعد دختر، تو این دنیا به هر چی که خواستم رسیدم، شکر خدا بچه دارم که هستم. تنها آرزوم حالا اینه که عروسی تو با بهرامو ببینم. پیدر، یعنی من انقدر ترشیده شدم که به سیچ آب کردن من افتادیم؟ نه نه دخترم، درسته که تو دانشگاه تو تموم کردی و پیش خودم کار میکنی، اما بالاخره چی؟ نباید به فکر تشکیل خانواده باشی؟ در جهت دلم میخواست هدیه امسالم در شب جشن تولدت پیشنهاد عروسی تو با بهرام باشی. پدر، من اگه به جای شما بودم میگفتم دخترم، چون تو 15 سالی که شیرازو ندیدی، حالا که تحصیل تموم شده میتونی چند روزی به اونجا بری که هم دیداری باشه و هم تفریحی. حالا که مثل بچه کوچولوها خجالت میکشی از عروسی صحبت کنی، میتونی با علی بری شیراز. او چه خوب پدر.
دست دارم. ببخشید. بخیر. عجب آب و هوایی سال شیران. اگه شیرازی می شدم اون وقت الان یه خربان نمک بودم و یه پشتره هم می گفتم کاکو جونی آفل کاکو جونی آفل اون وقت هم دخترها واسه قش می کنن نیسانش هم قش می کنن اما کیه که بهشون گروه بده ببین اونجا هم شاچراقی چرا؟ چرا؟ چرا خونه؟ الان اونجا اینجا وایستدم انگار دو مرتبه بچه شدم بچه اما تنها خدایا عمر چقدر زود میگذره سلام علیکم سلام با کی کار داشتی؟ شیرین و محمودم 15 ساله که اونها رو ندیدم این منزل 10 ساله که ما خریدیم همچی کسای اینجا زندگی نمی کنن چطور مگه؟ هیچی مثل این که عوضی اومدی ببخشی خدا بیا بری خوب ازش میپرسیم این اونها کجا؟ فایدهش چیه؟ میریم تو بازار چی میپرسیم خوشش بوی کسی میآید از غم هیچ مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریاد رسی میآید ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس موسی اینجا به امید قفصی می آید ولی تو خوب اومد؟ دلم به این میگه که بلره پیداش میکنم ایشالله پیداش میکنم توی بستر رو بده کن به مینا تا بیر منتر دارم چشم هم کرقا اول بسن موتور رو برم موتور رو بلش داشتم اول سوقاتی رو بهش برسون که ما رو کاس میکنه خیلی یا کن اقوال ما بهش بگو ای وقت نکردم بیام خونه شب یه نکته به خیلی خب باش بایی که چیزه بیا تو دیگه جونم بیا تو چقدر خجالتی هستی اینو بذارش اونجا بشین بشین دیگه چی میخوری واسه بیارم مشروب میخوری واسط خوبه خستگی راه از تنت میگیره میدونین ما روزا مشروب نمیخوریم میخوام برم سر کارم حفظ تو نیستیم سر و شکل شاگرد باشی و اون انتر یک بری اوستا والا خانم اجالتا که شانس ما تو برجه چیز دیگه شانس شانس دست خود آدمه بخور جونی نتر با یه گیلات کرده بمیش گفتم که خواهش میکنم ما روزا بخور دست منو برنگرد آخه گفتم که زورک پیرهن نازنین لب شد خوش گرده دستش نزنه عیبی نداره چطور عیب نداره مشروبو باید خور نه این که ریختش عوضش حالا دو تا گیلات میرزم یکی واسه تو یکی هم واسه خودم باشه واسه بر چرا واسه بر ببین آبجی بی خود خودتو خسته نکن گوشت ما ناپزه ختم کلون برو تو مخیه بنده خدای دیگه کجا آقا مو درس نمیخورمت دیوونه بیا بشین گور بگیم و بی خود تلخم نکن گفتم گاراژ کار دارم چه کاری بهتر از این که من تو تنها اینجا برو کنار آجی کسی که به من خوبی کرده بهش بد نمی کنی
جرأت داشتم در همسایه ها رو خبر میکنم. الان بهش تلفن میکنم بیرون از خانه. احمق ترسو بیشور کسافت. اکبر آقا چطور ریخ گرفتی؟ باز هم ریخ بگیرم. دوره دوره نالوتی گیری. ای گل بابا بیا پایین بینم. دیگه چی شده؟ بیا پایین بینم. نالوتی رسمه. حالا دیگه به ما نارو میزن. یا خره بلکن ببینم چه ناروی اکبر آقا. چه ناروی؟ خرجه شما به دیمخش شتا بکنی. به مود قسم کلک دار کرده. به دروغ گفته. دروغ؟ بیشی تو میبینی خامت کرده. باش ببینی نرکس نامه. نرکس نامه. دیگه تا نامه. برو بیرون آیده. نمیخوام نینجا کار بکنی. والا آقا ما دلمون میخوای یالگوز نباشیم اما حسی کاریش نیست. دیگه همه نداره براخره تو هم باید سهم بگیری. باید دلم میخواد میدونی. اما اگه اون کیف پولی که پیش شماست پیش من بود الانه چهار تا زن عقدی و چهل پنجا تا سیغه داشتم خود با اشتهاتا به هیکرت رفته. همون بهتر که پول نداری. بچه ها اومد مواظب باشید. واسا واسا یه پایی میرم یه پایی یه پایی تو بارا اون او در بکش رو بیا 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 بچه پوزوهی هستم بکشش رو بنا واسا بیرش بچه بچه من رو جو توی قربونه برم خوب نیستیدی به موقع اومدیم باشه تو باید بری به عربو معرفیت کنه. باشه برو معمود چه از شما؟ چیز عجیبی دارم. اصلا به سال من بر نمیاد که آرتیست وزی بکنم. اما خو شما؟ من چی؟ قول بای آقا معمود رفیق جونجونی ما هستن. ایشون هم عربو ما هستن. همونی که بخواستم تو کارخونه شون تو رو دستبال تو بند کنه. قربونه شما. اگه به موقع نرسیده بودید یا کیف پول برده بودن یا خودم لقمه چپ کرده بودن. خیلی میل دارم که خوبی شما را به طریق جبران اختیار داریم. چهار پنج تا مشت لغت چی قیمتی نداره. تو تو بدرنش به رفاقت ما و تو قول بله از به دوم چاکر جلو لفقا به مرگ تو قول برحال خیلی لطف کرد. متشکرم. امیدوارم روزی در مقام تو قربونه شما. ببینم همون شب کجایی؟ اگه سابکار جدیدم رو پیدا نکنم زیر آسمان کم هست بیام همونجا پیدا دو کنم ببینم. متشکرم. الو خودم هستم. کیفو گرفتین؟ نه؟ ای بیشورا سه تا آدم کتابولن از افته یه پیر مرد مردنی بر نیومدید؟ کی؟ کی دخالت کرد؟ یه جوون ول کرد؟ احمقا حقتونه که شیرین از کارخونه بیرونتون بکنه. اما سوالت عملتون اجازه بفرمایی خوکی هست اجازه بفرمایی خودم میتی کنم. اجازه بفرمایی شما چرا چاکرتون باشد گفتم خودم اجازه بفرمایی کنم سلوقش نکنم گفتم خودم میتی کنم. سلام آمو جان چرا خاکی شدیم؟ خاک تو بانک و خاک این حرفایی رو بالاخره شما رفتیم با بانکی رنگی سر و زدن بود.
اون بر... خواستم به تو شیرین ثابت کنم که سر چیزای پیش پا افتاده اینقدر مشاجره نکنید. کارخونه هنوز رو انگوش کوچکه من میچرخه. مواظب باشین نیفته قربان. عمو جان این تذکر رو به شیرین بدین که یه دنده و دچ بازه. اون جنس لطیفه بیاد مناسبشون کرد. فهمیدین؟ بفهمید. سلام. قربان به تلفنایی که شده اصلا جواب میدید یا بعد؟ نه نه جانم باشه بعد. بعدشون کن به من. سلام پدر. سلام دختر. علیکم سلام. پدر من پرونده تمام مشتریایی رو که حساب خودشون تا این تاریخ تسویه نکردم حاضر کردم که درد میکنه پدر. بد جوری درد میکنه والله جوری درد میکنه. جای مشتاج خیلی درد. من یه خورده ورزش کردم بدنم کوب درد میدونی. تو بانک و ورزش؟ عمو جان حتما اتفاقی افتاده که نمیخواید بگید. نه 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 بهرام ابدا فکر بد نکن. ورزش میکردم بوکس دو بوکس لقت چیچه وادو خوشتک تو قول اسم دوم چاکره تونه. یعنی اون پسر اینجوری صداش میکرد. پسری چی؟ رفیق ماد خانوم. اگه به جا نرسیده بود چیز بوله که برده بودن هیچی از که من و آقارم به اول روزومه چاپ میزدن که یعنی پوکم. عمو جان میخواستن دست بزنن؟ فکرشو داشتن اما موفق نشدن. اگه موفق شده بودن چه؟ حالا که نشدن. اگرم میشدن گیر میوفتن. به جای این حرفا از اتفاقی که افتاده نتیجه بگیرید و اینقدر به جون همدیگه مثل سگ گربه نپرید. پدر اونا رو نشناختین؟ چرا خانوم، یکی چون همونی بود که تو کارخونه مفت میکرید. ملاحظه کردین؟ من بی جهت پارو دومه کسی نمیذارم. هنوزم کسای امثال اون گردن کلاف اینجا میچرن که خیال میکنن ما از کارشون بیخبریم. پدر من باید برای آخرین بار باشون اتمام حجت کنم. اید بکنی شیرین. شیرین عمو جان با این اخلاقش بالاخره کاری دست خودش میده. تقصیر شماست که دست و بالشو واز میذارید. درسته اما دختر من تنها دخترم که بعد از من مالک اینجاست. بله اما کارگرا خوششون نمیاد یه دختر خودخواه بهشون امر و نهی بکنه. از الانم میگم اگه اتفاقی بیفته مسئول شما هستید. اما علت دیگه‌ای که شما رو جمع کردم اینه که من میخوام کردن که در میون شما کسی یا کسانی هستن که میخوام با حرفای پوچ که من زن هستم. آیا یه زن نمیتونه کارخونه ای رو اداره کنه؟ باید به عرضشون برسونم که در وقت کار و زحمت از هیچ مردی کمتر نیستم و تا حالا اینو ثابت کردم. بعض کارگاه شده دلغشون امتصال یه گاوو باید با یه اردن انداخت بیرون. کجا؟ اشتباه تو همینه که میخوای تلافی قوره رو سر کوره در بیاری. یعنی میگی شیرین از اینجا بندازم بیرون؟ من که این حرفو زدم. جانم زن مثل گربه میمونه. اگه نازش کنی خور و پفش در بیاد. اگه زور بهش بگی پنجولت بیزنه. تو باید با شیرین نرم باشی، ماچش کنی، معاشقه کنی تا شیرینم بیاد زیر پرچم تو. آخه اون آخه نداره. زنا مرده اینجور حرفای خوب خوب هستن. به خصوص شیرین که فقط از اعتصام محبت دیده و جای بوسه های تو روی لباش کمه. برو جانم برو بیان چی کار میکنی. چطور ممکنه جنسی که 6 ماه پیش فروخته شده حسابش در دفاتر کارخونه منعکس نشده باشه؟ فورا به این موضوع رسیدگی کنین و گزارش بدین. توضیح بدم خانم. توضیح دیگه لازم نیست بفرمایین. برو جانم برو گزارش تهیه کن وردار. اصلاً به قیافه تو نمیاد که اینقدر خشن باشی. تازگی نداره. من همیشه همینطور بودم. نه جانم نه به انباردار مربوطه. شیرین من تو این فکر هستم که این همه جوش و جلای تو برای چیه؟ برخانی که خدا نکرده بعد از مرگ عموم اموالش مال من و توه. مگه غیر از اینه؟ اگه میخواستم چشم مال پدرم بدوزم و ثانیه شماری کنم که چه وقتی میره تا اموالشو بالا بکشم اون وقت منم میتونستم مثل تو نقش بازی کنم و دم به ساعت عمو جان را بندازم. عصبانی نشو من فقط دلم برای تو میسوزه. میدونی این طرف شدن با این همه کارگر و کارمند به این صورت که من دیدم برات گرون تموم میشه. برای اینکه خیالتو راحت کنم و بفهمی که من به این دم و دستگاه مثل تو دلبستگی ندارم باید به عرضتون برسونم که من یه دختر بلیط فروش بودم و حالا هر اتفاقی که برام بیفته جربزاشو دارم که با تو خیابونا را بیفتم و بگم خانم آقا جون پسرمو یه بلیط بخرید. آفرین. به خاطر همین اخلاقه ده که من روز به روز بیشتر به تو علاقمند میشم. با ادب باش اینجا دفتر من. وقتی میخواییم با هم عروسی کنیم چه اینجا چه اتاق خواهیم چه فرقی میکنیم؟ آخ میشو مثل یه روباه نکاروشی نگرد. من تو دوست دارم وقت تو جلو نیو
من منظور پست تو رو میدونم. تو به من توهین میکنی؟ توهین؟ یادت میاد وقتی کوچیک بودم تو گلخونه میخوابیدی؟ داشتی میافتادی؟ تو منو به زور خوابونده بودی زمین. خدا میدونه اگه اون باغبون پیر نرسیده بود چی به روز من آورده بودی. من از همون وقت از تو تنفر داشتم و تنفرم روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه که بزرگتر میشدم از تو بیشتر میشد. حالا که جلوم بایستدی میخوام سر به تنت نباشه که برسه به این که دست به این بزنه بخوای منو ببوسی. تو ایران بوده که حالا همه کار شده رام بشه. ای کاش بلد بودی با زنها چطوری رفتار کنی. حالا که بلد نیستم باید بمیرم. نه چرا تو بمیری؟ خیلی کسی هستن که باید پیش مرگ تو بشن. علی؟ بله خانم. اتومبیل حاضره؟ بله خانم حاضره. انگار اوقاتتون تنه. نه کاش خدا به جای این همه گوشی خود زبون به ما میداد که ما میتونستیم مثل شما اختلاط مختلاط کنیم. اما خانم میترسم این زبون آخرش کاری دستتون بده. علی جونم کسی که خربازه میخوره میدونه چطورم پای لحظش بشه. از ما گفتم بود خانم امشب با ما کاری نداری؟ چطور مگه؟ هیچی، میخواستیم از خجالت رفیقمون در بیاریم ببریمش کافه سازمازی گوش بدیم. برو آزادی. کشمش کشمش گاز میره. نه با هولدی تم میوه ازم به فرمایش آقای خودم دو تو پرسم بلان دنبه یعنی دنبلو، دو تو پرسم ماویچه، دو تو پرسم شیشگیگ، دو تو پرسم تمام برده بول نده کم میوه ازم به فرمایش آقای خودم دو تو پرسم زبون، دو تو پرسم خرد و خورد دیگه که تنقلی باشه. مجی میخوای بهتره چی؟ هول نده کم میوه. نه بعدن می ازم خدمت آقای خودم الانه که دنبلو نره و خود بایی اینی تو چون بایی اون جلو بشینیم یا بریم تو بار؟ نه هی تو باره، بریم اونجا بهتره. بریم تو بار. اون چی گلوهری که دیدی و همه کاری کنخونه ما اموش میخواد دخترشو بهش بدی. خب بده، به ما چی؟ آخه ناکس دختری با اون خوشگلی و مامانی رو گذاشته اومده اینجا بچه لاشخوره دیگه، اینو بهش میگن لاشخوره 18 بودونه. به سلامتی سلام.
نوش جون. رو میشه دید؟ آره، اونجا نشستم. این پسره اینجا چی کار میکنه؟ چی؟ علی تو قول مواظبش خودتو نشون ندی. میخوای قرار بذارم امشب تو خونه من هم دیگه رو ببینی؟ آخه هر شب هر شب جان امضا نمی‌فرمایید؟ لیست بدهی اشخاصی که به حساب سوخ شده امضا شده. چطور تا به حال اقدامی برای وصولشون نشده؟ به هر طریقی که فکر کنید اقدام کردیم ولی نتیجه نگرفتیم. امو جان این که جواب من نشد سهل انگاریه. چطور میشه مشتریان خوش حساب ما یک دفعه اینطور بد حساب از آب در بیان؟ جوابشو شیرین خانم میدن. بد رفتاری با مشتریا و جوابای سربالا نتیجهش این میشه که میبینید. رشوه ندادن و رشوه نگرفتن اسمشو میذاریم بد رفتاری؟ عزیزم باز کس کوره در رفت. وقتی نمیتونم پولی رو وصول کنن چرا کاسه کوزاشو سر من میشکنن؟ چه کاسه کوزه؟ منظورشون اینه که این پولا وصول بشه نیست. من وصول میکنم تا بهتون نشون بدم که نخواستین این کارو بکنید. بفرمایید هر کدومشو میخوان انتخاب کنید. باشه. اینو همه یه دفترش و خودش و کارمندش سه شی نمیارسه اون وقت 150 هزار تومان ما رو بالا کشیده. اگه یه پول سیاه مرزش داشته باشه من وصول میکنم. خواهیم دید. تو با من بیا. نمیفهمم آخرش این سگ گربه بودن و شما یه کاری دست ما میده. تقصیر شما سمو جان که پای شیرینو تو کارخونه وا کردین. قول میدم حالا میره آبروریزی میکنه و برمیگرده. نخه شایدم شیرین خانم بتونه این کارو بکنه. بله خب اجازه بفرمایید قربان. بفرمایید. بگی تشریف بیارم تو. خانم چشم سو داری؟ نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اون گردن کلوفتای مردنی رو اون ته کوچه میبینی؟ ایبا کو؟ اونها وسط کوچه. تو میگی چی؟ اگه جلومونو بگیرن چی؟ وقت نمیتونم طلبه رو وصول کنم و بهرام حقشو به کرسی میشونه. ایبا چرا وایستادی؟ خانم جون میگم که بزن تو گوشم. ایبا آخه چی داری؟ توتش و چارم کارتون نباشی. آخه من دلم نمیاد بری برم. بیستم تو کلم بزن تو چونم تو نخم آره بزن وقتی درش می درم کنم شما درمیشه بزن آبا خوش خوش کرم یا با ای بابا نه نه ای بابا ای بابا منو کش یواش تر بزن بیا ایسا خوب دم بزن یواش 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 یوا
سر. یا این جرمی تو بیخواست یالا خیلقه بابا بیار بکنه دنیا تو همه یه حسفت بدی بسی که لوبرش رو برده تا چیز میشه باشه بیرون کنه ببینم علی تو قال تو رو دستم برای سیران آمه یه دام نلعی کن ببین این بچه گوش کنی که دیرو بخواه راست راستمون بعد میاد آخه خانم تازه یه صد کیلا کردارو من گرفتم شما هم شطرت زدیم به ما خب راحت شما خیلی زیاده باری کله بابا الان یه چیزی هم بده کار میشیم آخه آبجی وقتی میپیچی تو فرعی میش ترمزی بوغی جیغی فریادی آخه یه چیزی که اگه یه بد گریم از من از اون برمیاد بفهمه که شما دارین تشریف فرما میشین حالا میفرمایین چی کار کنم بفرمایین هر کاری میخواین بکنین برن که با ما شاخ تو شاخی عجله بی عجله خسارتشو میدی بعد میری چه خسارتی مگه ماشین شما خسارتی میده نه یه گلگیر جا خورده 50 تومن یه سپرم پرس و آبکاری میبره 100 تومن چیزی نیرو هم میشه 150 تومن به گدا بدین نمیگیره چی؟ 150 تومن؟ من از این پولایی یا مفت ندارم به چیزی بدم آقا واسه این متخصص میره اون وقت 200 تومن میده ما که حرفی نداریم دیدی چی کار کردم مامو جی اینجا چی کار میکنیم؟ خانم بپرس خانم این بای شما چرا اینجا واسه نشینی خانم؟ از آقا بپرس ترمزم نگرفت زدم به تاکسیشون خانم رفیق ما همون کسیه که آقای اعتصام اون هم ازشون تعریف کرده خودتو بگی این بیجلو به خاطر فداکاری دیروزتو متشکر قربون شما اما جلو تاکسی میشه چی شده؟ واسه اینکه پشتم این لکنتو بشینم دیروز در به در دنبال مالکش میگردم اجلتا من اینجا کار دارم امری داشتی؟ بگو یه کار جزئی بله کار جزئی خواهش میکنم بفرمایید پسر چای بیار بله فرمودن چایی نه خاطر جان باشی خواهش میکنم اختیار داری نه خاطر جان بله هی آقا اینا کی؟ اشکالی نداره بله میفرمودین فرمودن چایی بسیار خوب مرمت علی زیاد خب خیلی خوش آمدید امرتون چی بود؟ والا چیز مهمی نیست گویا شما جزئی بدهکاری دارین چه خوش کردین کمپلت بالا بکشید پتکایی شوخی میفرمایید من با چیزی حساب کتابی ندارم ولی گویا به پدرم در حدود 150 هزار تومان طبق مدرک موجود بدهکار هستی مدرک؟ بیز و داره کوزه آبش رو بخور پسر بندازشون بیرون بله چشم تو بیشی سر جا فرمودن چوری من فکر میکنم براتون گرون تموم بشه اگه بخواییم ندی گرون تموم بشه بستنکا آقا داری بازی میکنی تقلیب ما چی شو پسر بندازشون بیرون الان تو بیشی سر جا فرمودن چوری بله خلاصه زبون خوش پولو بدین خیلی بهتره کدوم پول؟ هی میگه پول پسر بندازشون بیرون تو بیچین سر جاج فرمودن چایی بله تو وقتی به تو میگم پولو بده باید بگی چشم اگر روزگاره تو یه ریختی سیاه میکنم که بگه ای والا پاله بود پدر تو در میارم خیال کردی پدرش این سرده 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 این سر
از زمین و آسمون با سمون میباره. نه خیر، اسمم رو باید بذارم شانس الله. کجا قایم شدی؟ ۱۵۰۰۰۰ تومان در وجه آقای اعتصام که خودتون باشین قلبان. واقعا معجزه است اونجا. باید دستای شما رو پوسی. نه نه نمیخواد. چی شده دخترم؟ هیچی، یه خورده ورزش کردم تمام بدنم کوفت رفته. آخه نمیفهمم. تو تجارت خونه و ورزش. آره ورزش، باک، دو، هالتر، مشت و لغت و زیر رو کردن تمام دستگاه بود. پس با دعوا چکو گرفتی؟ بعد دعوایی که تو شاهنامم ننوشتن. از تو بعیده شیرین. بله، اما همچین پول سوخت شده ای به دعواشم میارزی. برجا دختر جون، من به تبریک میگم. به من تنها نپدر، بهتره به دوست علی تبریک بگی. آخه اونم خیلی کمکمون کرد. مسئله اینم شد تاکسی. شستی که اب نکرده الانه نگاه کنم. خسته نباشی پرده بود، دبوم نشد. به رو تو برم، ما را نو خوردن انداختی الان مزم میاد. تو قوله چه نمورده، خودم استخدامت میکنم. یه بر قدم تو پیشینه و دو قطعه تو یه خوبه خوبه، برو واسه یکی دیگه قپی بیا. میخوای تو کارخونه سوار کارت کنم، ماشین شیری خانومو بریم. گفتی ماشین چیو؟ شیری خانوم؟ همون که دیروز لب و لوچه ماشین تو عمل کرد. چه چون؟ آخه منم یه دخترم رو داشتم که اسم شیرین بود. بابا شیرین، شیرین میلون شیرین تو و شیرین آقا نستم یه کارخونه با یه خروار باطلال. اگه زنده باشه خدا میدونه الان کجا داره میگه. آقا خانم یه بلیط هم از من بخر، جون پسرم هم از من بخر. به جون دختره بود اگه پول داشته باشم. یه تو بگی بایم رو بلدم یا نه؟ نه تا قولی ما نیست. نیستی؟ پسر نون خودت آجور نکن. ما خوش نداریم بعد یه عمر کار کردن تازه بیاییم باغچه خانومه ببریم سر عموم و هی در ماشین وا کنیم و بگیم اطاعت میشه. میدونستم که تو این صاحب مرده هیست. چی پیش تو جیبش چارقاب میندازه اون وقت میخواد ما رو پول دار کنه. والا گفتش ما حاضر نیستیم سنگمو ببریم سر همون. این حرفا چیه که میگی؟ حتما نتونستی حالیش کنی که استخدام در اینجا چقدر به نفعشه. شریک مرسود سهام کارخونه 15 روز مرخصی در سال بخش حقوق مایی خود داد تو من. شیری خانم میدونی این رفیق ما یه خود دمچینه، دماغش باز داره و به تیریجا قباش بر میخوره که اینجا. والا چی بگم من؟ خیلی خب بسه.
فهمیدم. خودم باش صحبت میکنم. خواهی دید که چه جوری راضی میشه. آره. فعلا با خدا میگم ما میدونیم که خودتون سبوش میکنید. بذار رو میزم الان برمیگردم. بیار اینجا بذار. بابا بابا دستور میدم در سود و سهام کارخونه شریکت کنن. برو جانم. خیلی متشکرم قربون. آخه یکی به من گردن شکسته بگید اول داشتیم مگه مرض داشتی از اون کوچه رد بشی که با اتول اون یارو خود هنوز شما از دست من عصبانی هستی؟ حالا فهمیدم چرا پیشنهاد استخدامو قبول نکردی. قربون شما اصلا ما خوش نداریم روننده یه تازه شما که این آرتیست ها میرونید. به ایدار پشت فرمون نشسته بودم. اگه بلد بودم که با شما شاخ به شاخ نمیشدم. از بد بیاری ما بود. نه برای این اکره ها منو تعقیب میکردم. دست بوچه شده بودم. شما که ماشالله دو سف رفتی خوب لطو پرشون میکردی. از پس اونا بر نمیم. دلم میخواد یکی مثل شما از من محافظت کنی. شما روزی به مرگ من نباشید. چرا کلافو چردر گم شدی؟ راست میگی دیگه پاک رو به هم زده. من خواستم به عمون بفهمونم که پیر شده بود دیگه حتی به درد پول وصول کردنم نمیخوره. مثل جن بوداده سبز شد و عموم حرفشو بکنشون. خواستیم دماغ دختره رو بسوزونیم و پاشو از کارخونه ببریم. رو پوا رسید و کارو خراب. مثل که قوز بالا بود. من که قوزی حسابی جاشو پا کرده و شیرینم خاطرشون میکار. از کجا اگه تاییدشو بخونید داده باشه یه دختر سرایی خیال میکنه عاشق کی میشه؟ عاشق من یا اون جلنبار؟ البته عاشق تو. چرا من؟ عقل اینطور میگه. ببین طبق وصیت نامه عمود همه ثروتشو به اون بخشیده. اگه تو بخوای صاحب اون همه ثروت بشی باید عاشق کی بشی؟ من یا اون؟ میخوام سر به تنش نباشم. خوبه، خیلی خوبه. اینم یه پیشنهادیه. اگه واقعا میخوای سر به تنش نباشه پس تصمیمتو بگیر. نمیخوام. یعنی میگی بکشمش؟ من نمیگم، خودت پیشنهاد کردی. من فقط حرفشو زدم. اتفاقا درست گفتی، حرف تای دلتو زدی. وقتی که شیرین نباشه معلومه که عمود تو رو وارث خودش میکنه. آخه چطوری؟ کجا میشه از بین بردش؟ زیادم فکر نمیخواد. معمولا شیرین جمعه ها میره کوه نوردی، همونجا پاش سر میخوره و میره اونجای که عرب نیهنده. چطوره؟ عالیه عالیه. میرو مغوزی رو میرو
چشمم که داری مشکله یاره چه شده که شکل تو حتی چه خلافه مثل تو دل تو چه طور مثل جون دوستش میدار مثل جون از نگاهت میخونم تنخونه من که بداری تو که داری درد من جوری بده دوری بده چشمت که داری مشکله یاره چه سهکه شکل تو قده چه قرده مثل تو مون تو چه طوره مهده بون بودش میداری مثل جون جمعه خوبیه تو خیلی خوب میخونی صدای قشنگی داری ما از بچگی میخونیم خانم مثل من اما تو خیلی با غم میخونی نکنه عاشق شده باشی عاشق دیگه به ما نمیاد که عاشق بشی چرا؟ مگه تو چته؟ آخه اون کسی که ما میخواستیم دیگه تا قیوم قیومت هم نمیتونیم ببینیمش چرا؟ آخه چرا نمیتونی ببینیمش؟ خب دیگه قسمت این بود که گمش کنم گم؟ چطوری گمش کنم؟ شده باشیم همین که جواب منو میدی همین که دخترمو به این روز انداختی همینه که میشمارین تقصیر ما نیست آخه شیرین خانم خودش بس تو دیگه اسم دخترمو به زبون نیار دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم بله قربان چرا وایسادی گوره تو گم کن دیگه پشت سرت هم نگاه نکن تو بکش وقتی بزرگتر حرف میزنه تو دیگه خاطر قاطی نکن خدافظ برو گم شو گفتم دیگه تو خاطر قاطی نکن سره یه پر روح حالا به چشم خودتون دیدید امون جان چه جونوریه؟ بله البتوست حالا میفهمم تمام حرفایی که میزدی درست بود کاش از همون اول که به شما گفته بودم بیرونش میکردی تا کار به اینجاها نمیکشید درست اما شیرین اینطور میخواست با تو لط کرد آخه امون جان من که نمیشه میدونم چی میخوایی اما یادت باشه که شیرین دختر و اگه تو این اتفاق پیش نمیومد چشماتو با نمی کنی بابا رو نگاه کنی شیرین شیرین قشنگ محمود زنشو نزد بیان جلو منو کشت دامنم دیگه وگرنه کی میتونست به این بگه بالا چشت ابروز عربو به تو خود خب مزن انداز من دیگه آزر نیستم شوفر سرخونه باشم خیلی خب بابا نشو چیزی که براهون قربیلکی اما من میگم اگه عربابم و اون پسر بیمعرفتی کردن آخه شیری خانم که گناهی کرده پسی حالش چطور؟ از عباد پسی های شما هنوز بیوشه؟ نه امرو عبی مارستا میو بیو اومدم با هم بریم بیاریم گفتم دور من خیت بکر چی؟ این همه سوق رو کبرو چیدم که باز تو داری ساز خورت رو میزنی مرغ یه پا داره خیلی خب بابا مرد شروع یه پاشم بود اینقدر اینجا قمرک بسه تا پایی زردت کس کنه مگه بینه چایی که با نمک بخونه علی پس محمود کن
خانم جی زبونم مودره بود مگه اومد گفتش ما بیه پاشونه گفت دیگه بیاش نیستم تو بهش گفتم بله حتی گفته من مقصر نیستم بیا میدونم چجوری بیارمش ولی من دیگه نمیتونم بیام باید منو بکشی مردم افره اومدم کجا میری؟ میرم عقب محمود مگه تو تازه از بیمارستان نیومدی؟ چرا؟ اما وقتی محمودو به خاطر جرمی که نکرده پیش پدرم بدنام میکنی مجبورم برم دنبالش میری دنبال اون پسر احمد؟ بله همون که وجودش مثل خار تو چشم بدخواهم میره اینقدر شعر نباف عمو جان اونو بهتر از من میشناخته که بیرونش کرده قول میدم اگه بیاریش بازم رو به قبلش کنه فکر نمیکنم حنای تو پیش پدرم دیگه رنگی داشته باشه حالا میبینی که رنگ داره یا نه اوه خوشبختانه پدرم خونه نیست که بتونی با زبون بازی ذهنشو نسبت به محمود باز عوض بکنی بریم علی میخریم برای تو بده خوب نیست این اولوغ منتصره نکسته خانم جون من اینجا جلوتر نمیم چرا؟ باید اینجا از اینجا به بعدش عبور باشه ما ممنون خودتون بریم بهتری ترسی به ما نمیاد که عاشق بشیم اگه گفتی من کیم شیرین خانم چه تو منو شناختی؟ از صدت سلام سلام بیره پیلی کنم خب گم شده تو پیدا کردی؟ نه نه اگه پیدا شدنی بود تو حالا جسته بودم من خیال کردم پیداش کردی که ترک ما رو کردی چه؟ دومه ما رو گذاشتن رو کولم به به باغ داباد که لایی جان چایی اووردم قمپر بگیم بخوریم که دوباره سر بکنم هیچ وقت مریض نمیشه نه با چه شکلیه؟ کی؟ اونی که دنبالش میگردی؟ مثل یکی که ما اگه گذاشتی ما دو تا چهار تا کلمه حرف تو آدم گنده که با هم اختلاف میکنن تو خود تو نخود هر آشی نکن میذاری ببینم چی میگه؟ قیافه شیدت میاد بچه گیش آره اما بزرگیش خدا میدونه من میگم خب دیگه دیر وقت بلنشیم بریم کجا؟ خونه دیگه آره واسط میگم حالا بریم نه خانم ما دیگه اومدنی نیستیم فکر یه روننده دیگه باشی آخه چرا؟ مگه من به تو بد گفتم حقوقتو ندادم چی کارت کردم که نمیای؟ والا خانم ما از چشمون بد دیدیم اما از شما نه تا چرا نمیای؟ دلخوره ما از اون است که بالات باشه رو دیگه هم کن را بیو خیلی خوب باشه گلگونه بچه هر کنو خانم به خاطر گل رو شما میم اما اگه این دفعه عوضی دهنشون باشه دیگه چک و چونه واسه شون باقی نمیشه خیلی خب بریم جمع کنیم تو یا مرون میشم بندشو بردیرم اقدر امو جان نباید میذاشتید یه بیمار که تازه پاش به خونه رسیده بره دنبال یه راه اونم رانندهی که صد دفعه براتون گفتم چه جنسی داره منم به خاطر حرفای تو بیرونش کردم اما حالا راستش میونه گفتهای تو و شیرین گیر کردم اون میگه به به میگی اه اه مگه شیرین چیزی گفته؟ اون میگه اگه محمود نبود حتما کشته شده من که نمیتونم باور کنم من قول میدم شیرین دلش برای محمود سوخته و الا چطور میشه یه همچین حرفی زده باشه والا اگه اومد باهاش حرف میزنم ببینم کدومتون حتما من عمو جان دلم میخواد وقتی ثابت شد من راست میگم یه کاری بکنی که دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه حتما حالا اگه یارو ببیندش خانم جون چشاش چار کنیم اینم خود آقا بهرام اینم محمود چی جون دعوا شروع چه خبره چی بخونه گفتم اینجا چه خبره چی خبره بازی میکنه بازی یعنی چه محمود یعنی چه یه لات بی سر و پا تو خونم منو میزن پدر اول بهرام زد محمودم جوابش داد عمو جان من حد داشتم چرا چیزی نمیگی چرا بیرونش نمیکنی با این افتضاحی که به پا کردین نمیدونم حرف کدومتونو باور کنم از تو خونه ای که یه راننده کیابیا میشه دیگه جای من نیست خوشگوی بهرام بهرام شیرین بیا بالا کارت دارم بیا بالا واقعا مسخره است مسخره است دیدی حق داشتم نیا حالا دیگه جایی این حرفا نیست بیبریم قربونه ترم وگرنه آقای اعتصام جفتمونو بیرون میکنه پدر باور کن مقصر بهرام بود اگرم ما بود تا نباید اجازه میداد این پسر روش دست بلند بکنه اسم این افتضاح رو چی میذاری؟ پدر گفتم مقصر بهرام بود باز میگه مقصر دخترم من به مقصر کاری ندارم تنها چیزی که میخوام باید از بهرام معذرت بخوام و این پسرم که باعث این جنجال شده بیرونش بکنه پدر همین که گفتم
من بهرام خوب میشناسم، زود رنج و حساسه. اینجاست که این عقل کل به درد میخوره. آخه جونم با از بین رفتن عمود شیرین خانم جاش میشینه و طبق وصیتنامه یه ارزنم به تو نمیگفته. آخه شما میگید من باید چی کار بکنم؟ هیچی، از عمود بخوام. آره چطوری؟ من فکرشو کردم. چی کار میخوای بکنی؟ الان میفهمی، با تلفن اتصالو میکشم اینجا. تو به این کارا کارت نباشه، اون درست فکر کرده. بله پدر، با شما کار دارم. مرسی. خودم هستم. بله بهرام، چطور مایی؟ چه بلایی سر خودش آورده؟ والا گویا به خاطر ناراحتی خانوادگی این کارو کرده. عجیبه. خواهش میکنم بگید حالا زنده است یا نه. خانم من عموشم، به من بگید کدوم بیمارستانه. من جلوی بیمارستان میساقی منتظرتون هستم. بیمارستان میساقیه؟ متشکرم. خیلی کسر اگه دیمون خدا شده بیدار. مشروب اعصابتون رو راحت میکنه. متشکرم. فقط به من بگید بهرام کجاست، میخوام ببینم زنده است یا نه. حتما زنده است. میخندید؟ این چه شوخی بود که با من پیرمرد کردی؟ مگه من از شوخی های تو تا حالا گله کرده؟ کدوم شوخی؟ شوخی وصیت‌نامه بخشیدن همه ی ثروتت به شیرین خانم دخترمه. خودتو گول نزن پیرمرد، اون دخترت نیست، تو اونو پیدا کرد. بهرام پس اگه میخوای صدام در نیاد باید همه ی ثروتتو ببخشی به من، نه به یک غریبه. منو اینجا کشیده که این مزخرفاتو بگی؟ کجا؟ بس گوش کن، به جز این مزخرفات میخوام بهت بگم که وصیت نامه رو باید همینجا عوض کنم. هرگز این کار رو نخواهم کرد. مجبوری بکنی. ای کسی فقی خوب شناخته بود. بفرمایی قربان، قلم برای نوشتن وصیت نامه جدید. پس تو کجا؟ بیز رودی سوم تشریف داشتیم. نمیفهمم، تو تله افتادی نه؟ بیا بشین، درا وقتی برود واز میشه که مرکب وصیت نامت خوش میشه. نمیتونی منو وادار بکنی؟ من وادارت میکنم پیر مسخرم. فقط دخترم. دخترم حالا که اینقدر برات عزیزه میگم بیارنش اینجا بندازنش چرا اینو که زنو میخورت سک میلیسن. بهتره تا فردا بهش مهلت بدین تا خوب فکراشو بکنه. بسیار خوب تا فردا صبح تا نشو از اینجا میبرم. یکی تو و یکی هم دخترم. الو قبل خودم هم. هنوز که از آقای اعتصام خبری نیم. به شما هم تلفن نکرده؟ اگه تلفن کرده بود که دلم اینقدر شور نمیزد. ببینم اونجا که چیزی نگفتی؟ فقط گفتیم آقای اعتصام مریضه، شما هم منزل هستی. بسیار خوب، پس به تیمور بگیم مواظب همه چی باشی. چی؟ اتفاقا خودش هم نیومده، به بازرسی هم خبری ندیده. از بازرسی بخوایم فورا این یکی رو بفرستم دنبالش، اگرم خبری شد آنم با من تماس بگیری. خداحافظ. گوشی اومدت؟ گوشی رو گذاشتم زمین. اینو نمیگم، خیلی خدا تیمور رو میگم. تو میگی که چرا نایمده کارخونه؟ لبا یا آنفولانزه رشدی گرفته یا تاکسی گیرش نایمده. اما من میگم نه، هر کجا که بهرامه تیمورم هر کجا که بهرامه آقای اعتصام هم اونجاست. گل گفتی اما یه خود شل گفتی. حالا خب حالا از کجا بدونیم که کجا هستم؟ سر گفت و خمر گیر کردم. هیچ هم گیر نکردم. من میرم سراغ مینا، آدرس خونه اون شاسی بلنده رو که رفیق بهرامه بگیرم، بلکه بتونم بهرامو پیداش کنم. تو هم برو سراغ تیمور، بچه تیر هر دامون به هدف خود. چون بری کلو میگه نقل هرکی بعد آدمی زاده بزن بریم.
دهنت بیه داریم دنبالتون میگردیم قربان. منم دنبال کار میگردم. آقا قربان با این لباسا قربان تو خیابون خجالت نمیکشیم قربان؟ از چی خجالت بکشم؟ بیکاری که خجالت ندارم. فرمودی بیکاری قربان. مگه خدایی نکرده چیز خورتون کردن قربان؟ شما با کی هستی قربان؟ چرا هی دولا سلا میشی قربان؟ از زوق قربان نفرمی با این منزل کجا؟ منزل دیگه قربان تو کارخونم هنوز هیچ که بونی نبرده که شما گم شدی. بچه تیرونی من ها دست انداخده بارا بارا خدا رو زیده جا دیگه آقای اعتدام من غلط میکنم شما رو دست بندازم قربانت کردم. احتسام کیه؟ نکنه تو دیوونه باشی؟ اختیار داری قربان من دیوونم یا شما؟ دیوونه توی که هی دری بری میگی؟ دیوونه تو هستی که میگی من خونه دارم کار خونه دارم شکل میگی بزنم سر سر باشه قربان بزنی قربان من دیوونه قربان اصلا نوکر تو خود خوده حالا خوب شد بفرمی به این منزه قربان باز میگه خونه چی بگم قربان بفرمی به این طویله باز واسطه دریوری میگه ببینم اگه تو دیوونه ببرم دیوونه خونه شما خیال میکنی من دیوونه ببینیم به این میگن شست درسته به اینه میگن تل خط درسته به اینه میگن مابخ حالا دیگه من دیوونه نیستم اگه دیوونه نیستی من کیم خب معلومه دیگه قربان آقای اعتصامی دیوونه ای من عبدالله یه عمله بابا عمله باشه باشه قربان اصلا چی از این بهتر که شما عمله شدین تو خونه یه عالمه کار ریخته باغچه بیل بزنین بند آجورا رو بکشین آبهوز رو بکشین موزم بهتون خدا عمرت بده والا نه شما بده قربان خدا یا من دیوونم یا من دیوونم. بله خودم هستم من از طرف آقای اعتصام اومدم خواهی کنم بفرمایین تو یه خانمی داری میاد برو راه نمایی چش خانم الو اتاق منو بدی میخواستم با علی یا رانندم صحبت کنم چی؟ کجا رفتم؟ بسیار خوب اگه اومدم فورا به من اطلاع بدین مرسی سلام خانم چه اتفاقی افتاده؟ پدرم کجا؟ حالا بهرام زیاد رضایت بخش نیست. یعنی میخوایم بگیم بهرام خودشو کشته؟ پدرتون به من گفتن به هیچ کس حرفی نزنم. ببخشید. فقط اینجا اومدم به اتفاق بریم پیشش. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. اجازه میدین لباسمو عوض کنم؟ خواهش می‌کنم. پس شما بفرمایید تو سالن من الان برمیگردم. بیچاره پدرم. بفرمی خیال نکنین اینجا خونه شماستا هیچی این خونه به شما اعتبادی نداره بفرمی خوربون بفرمی از هر بر دلتون میخو بفرمی از اینجا بفرمی بفرمی خونه شما نه یعنی خونه شما نیست شیرین خانم آقای اتصام رو پیدا کردم مثل اینکه سیماش قاطی پوچی شده خانم جون یه دست لباس در بیداغ اون پوچیده میگه من یه عمله چرا من از زندگی منداخت عمله چیه؟ حالا کجا بشه؟ اونجا نشسته خانم جون تو رو خدا دست پاچه نشین یواش یواش باش حد بزنیم و ایزا فرار میکنه فرار میکنه خدا چی به سر پیدرم آوردم؟
سلام علیکم خانم. خدا تو این شهر غریبه، از من چی میخواد؟ من اون آقایی که میخوایی نیستم. شما چی؟ من اسمم عبدالله است، یه عملم اهل شیرازم. پدر، منم شیرینه، شیرینی شیرازی تو، همونی که 15 ساله تو رو گفت. شیرین من، همون شیرین کوچولی من. علی، میدونی من چه کسی رو پیدا کردم؟ پدرم، پدرم. اختیار داری خانم، من با جالو گفتی مادرتونه. دیوونه، پدرمه، همونی که 15 ساله گمش کردم. ای خدا جونم، خانومم خاطی کرده. علی، علی کجا؟ حق داری باور نکنی، ولی همین شباهت بود که پدرم با آقای اعتصام. پس این خانمه کو؟ کجا رفت؟ خانومی جونم، اون که از طرف پدرم اومده بود. گفتم بیا اینجا بشین. اینا هاش، این هم کیفش. خانوم مرگ با این کیف بالا خودتون نیست؟ نه دیوونه، کیف اون خانومه. ای شناس نومه، کیف و شستی بلنده رفیق بهرام. حتما نکته و نقشه مخشه مطمئن کرده. نقشه؟ نقشه برای کی؟ برای چی؟ برای شما، برای آقای اعتصام. حالا چه جوری پیدا؟ به جونم داشته باشه، یکیش هم نمیتونه سالمت دست ما در ببره. بفرما تمام. اینم آقا اعتصام. یعنی چی؟ سردر نمیارم. بله، اما همین آدمون بگو عرضه نداشتم از افته یک کار ساده بر بیان. تو همه چی میتونی بگی؟ اما حرف آخر من اینه که به خاطر رسیدن اعتصام از خونش فرار کردم. قسم میخورم که زیر کاسه نیم کاسه ایه. کی میتونه باشه؟ حتما تو رو تعقیب کردم. در واکنم. نه خودم میرم. میشه آقا برام زیارت کرد؟ مهران؟ اون اینجا نیستش. پس به تیمور بگین که محمود راننده شیرین خانم. اونم اینجا نیست. دروغ که هنگی. پس قارقرشش اینجا چیکار میکنه؟ بله، اما خودش حتا بیاد ما در خدمتون گل میگیم و گل بشنویم. بفرمایید کجا؟ من تو خونه تنها هستم. نه تر جونم، تو که نون سنگک نیستی که بخورمت. با اجازه. همون سرسر همیشگی، حتماً بو برده. دیدیم بی خود نبیدم. چی کارش کنیم؟ چطوری دکش برم بالا غالشو بکنم؟ نه، باید اعتصامو از اینجا برد. کجا؟ باقی یه علاقی خودش. تو برو بالا سرشو گرم کن، تو ما یه رو بره. نگاه کن، اصلاحت هم همراه ببر، ممکنه به دردت بخوره. بره. چلو نمیشینیم؟ قربون شما، همین ریختی بهتر. میل شماست، با مشروب نینه ای داریم برای کنم. نه، این خجالتمون ندی. پس بفرمی بشینین. مهمون کمخرجی هستیم. چه کار کنیم؟ خرج سرخوادیم دیگه. لابد پیش آمدی شده که اینقدر ناراحتیم. هی، یه اتفاق خانوادگی که واسه برام خان افتاده که میخواستم ببینم. ماشین حاضر کن. که صدای اومد. صدا نه، شما اشتباه شنیدین. نه، انگار یه چیزایی هست. نور خون دیزایی پیدا. کجا؟ سب کن ببینم. اونجا یه چیز هست. سب کن. یالا بردنش. بابا این وله خوشگله برای خام کردی. باشه بعد اصلا کنید. کجا؟ شب تشریف داشته باشه. درست. حواست من تله گذاشته بود، اینو من خبر نداشتم.
من مهمونت اینقدر گرم پذیره میکنی وگرنه دقیقه به دقیقه سر افرازت میکردم. اینقدر نمک نریز جلو هم نیا. چشم گفتم جلو نیا، برگرد برو طرف دارم. اینم برو چشم. اون دیگه چه؟ من رفته به چشم. این جنب بخورم ببرینه یالا یالا بیاف جلو یالا ببرینه تو زیر زمین من همینجا منتظرتون میمونم زود باشه من ببینم این سلاح از کجا بود کلانتری اطلاع بده منم آقای اعتصام هم میرم بیمارستان خانم اتاق آقای اعتصام کجاست؟ طبقه بالا شماره 8 مرسی بلو بی بلو که خون خانم فکر میکنه دیگه خطری نداشته باشه نه مطمئن باشی متشکرم سلام علیکم پدرم حالش چطور اومده؟ نه بفرمایید چون مامو شوخ در نیاری و بحشتم نکن جیغم نزن
ایشون از دجلنامه آقای اعتصامه. سلام کاکو جن. سلام چچو. میگم چچو، گفتم این از بزرگون آقای اعتصامه. به کسی نگیم، پدر اصلی شیری خونی یه امر. پدر شیری خانم عمله اهل شیرازم خود. 15 ساله که دخترم رو گم کرده بودم. اسم شما عبدالله نیست؟ چرا پسرم، اسمم عبدالله. پس منم محمودم. محمود تو چی میشنفم؟ امو جون. محمود جون، آی خدا، این دو تا با فامیل در اومدن. خیلی خود چی؟ بیا تو، پدرم حالش خوبه. عبدالله و محمود با هم بیا. چی میخوای بگی؟ هی عبدالله محمود، عبدالله محمود. من که قشی شدم، من که سردر نمیارم. پس شیرین؟ شیرین چی؟ شیرین جون دخترمو یه بلیط از من بخری. جون یه بلیط از من بخری. محمود، محمود این تو هستی؟ شیرین پیش من بودی و نمیدونستم. چقدر خوشحالم محمود. بریم تو، بریم که مژده دومم به پدرم بگم. بریم. بریم. این دارم میافتم. پدر، یه مژده دیگه. این پدرم؟ اینم محمود پسرمون که همیشه دنبالش میگشتم. عجیب، پس حق میشته منو جای پدر اصلیت عوضی بگیری. در هر صورت خوشحالم که این پیش آمد باعث شد شما هم دیگر رو پیدا کنید و منم به حقیقت.